پایانه مرزی مهران این روزها شاهد حضور عظیم زائران کربلا است که در این راستا همه امکانات شهرستان برای تردد روان زائران فراهم شده است. با رایزنی های صورت گرفته با طرف عراقی، گیت های آن سوی مرز برای تردد روان زائران برای حضور در مراسم عرفه افزایش یافته است. فرماندار مهران از تردد بیش از 112,000 زائر عتبات عالیات طی 3 روز گذشته از مرز بین المللی مهران به منظور شرکت در مراسم معنوی روز عرفه در کربلای معلا خبر داد. وی با بیان اینکه در 24 ساعت گذشته 40,000 زائر عتبات عالیات از مرز مهران خارج شده است، افزود از ساعت 24 شب گذشته تا کنون نیز این میزان تردد در مرز مهران حدود 17,000 نفر بوده است. گفتنی است مرز بین المللی مهران یکی از کانونهای اصلی تردد زوار در طول سال و ایام اربعین حسینی است. و خبری از عربستان. رسانه رسمی عربستان اعلام کرده که بیش از 2,000 خبرنگار از 150 کشور حج امسال را پوشش خبری می دهد. بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی عربستان، جزئیات مرتبط با حج در اختیار خبرنگاران قرار گرفته و آنها از تلاش های بخش های دولتی حاضر در حج برای تضمین انجام امن و بدون مشاکل بدون مشکل مناسک از سوی حجاج مطلع هستند. عربستان اعلام کرد که بیش از 1.5 میلیون زائر از سراسر جهان برای ادای مراسم حج وارد کشور شدند. با توجه به اینکه در عربستان امروز روز عرفه است، حاجیان نماز ظهر و عصر را در عرفات می‌خوانند و به خطبه عرفه در مسجد نمره گوش می‌دهند و سپس پس از غروب آفتاب عازم مزدلفه می‌شوند و شب را در آنجا می‌مانند. صبح روز 10 ذی‌الحجه عید قربان، حاجیان برای رمی جمرات به منا باز می‌گردند و پس از تراشیدن موی سر قربانی می‌دهند و به طواف خانه خدا می‌روند. گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد کودکان و درگیری‌های مسلحانه که امروز منتشر شد نشان می‌دهد که در سال 2023 کودکانی که در موقعیت‌های درگیری زندگی می‌کردند خشونت را در سطوح غیرقابل تحمل تجربه کردند. ماهیت درگیری‌ها، پیچیدگی و تشدید درگیری‌های مسلحانه و همچنین استفاده از سلاح‌های انفجاری در مناطق پرجمعیت منجر به افزایش تکان دهنده تخلفات علیه کودکان در سال 2023 شده است. گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل درباره کودکان و درگیری‌های مسلحانه که برای اولین بار اطلاعات مربوط به هایتی و نیجریه را در میان 25 کشور در دستور کار کودکان و درگیری‌های مسلحانه گنجانده بود نشان داد که 32,990 تخلف جدی علیه 22,557 کودک تایید شده است. لازم به ذکر است بیشترین تعداد تخلفات شدید در فلسطین، کنگو، میانمار، سومالی، نیجریه و سودان تایید شده است. از سوی دیگر گفتنی است تقریباً 50% از تخلفات توسط گروه‌های مسلح از جمله آنهایی که توسط سازمان ملل به عنوان تروریست معرفی شده اند انجام شده است. گروه‌های مسلح مسئول اصلی روبودن، استخدام و استفاده و خشونت جنسی علیه کودکان بودند، در حالی که نیروهای دولتی عامل اصلی قتل و معلولیت، حمله به مدارس و بیمارستان‌ها و پرسنل مرتبط و محرومیت از دسترسی کمک‌های بشردوستانه به کودکان بودند. ویرجینیا گامبا نماینده ویژه دبیرکل در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه طی اظهاراتی گفت سازمان ملل آماده است تا به طرف‌های درگیر در توسعه یک برنامه
اقدام مشترک برای پایان دادن و جلوگیری از سوء استفاده از کودکان در شرایط درگیری مسلحانه کمک کند. کودکان استخدام شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله در خط مقدم، در خانه‌هایشان مورد حمله قرار گرفتند، در راه رفتن به مدارس روبوده شدند، مدارس آنها مورد استفاده نظامی قرار گرفته و پزشکان آنها هدف قرار گرفتند و این فهرست وحشتناکی می باشد. و خبری از افغانستان. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در آستانه نشست دوحه از کشورهای جهان خواست تا از مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در آستانه سومین نشست دوحه به میزبانی دبیرکل سازمان ملل در گزارشی از کشورهای جهان خواست از عادی سازی روابط با طالبان و مشروعیت بخشی به آن خودداری کند. وی افزود ستم نظام یافته علیه زنان باید یکی از موضوعات عمده بحث در نشست‌های بین المللی در مورد افغانستان و با طالبان باشد و خواستار جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی شد. طالبان تاکنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی هیئت حاکمه افغانستان گفته بود بنت با نظام و مردم افغانستان و امنیت و ثبات برقرار شده در افغانستان مشکل دارد و با اظهارات خود عقده گشایی می کند. بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده، طالبان در 44 روز گذشته نزدیک به 150 نفر را در استان‌های مختلف شلاق زدند. این اطلاعات بر اساس بیانیه‌های دادگاه عالی طالبان، مجازات‌های بدنی را که بین اول ماه می تا 4 ژوئن انجام شده است، پوشش می‌دهد. لازم به ذکر است این شلاق‌ها واکنش‌های شدید شهروندان و سازمان‌های حقوق بشری افغانستان را برانگیخته است که سیاست‌های خشن طالبان را نقض حقوق بشر می‌داند. از سوی دیگر، تحلیلگران حقوقی و مدافعان حقوق بشر استدلال می‌کنند که این اقدامات کاملاً با استانداردهای پذیرفته شده حقوق بشر در تضاد است. گفتنی است طالبان افراد شلاق خورده را به عنوان جنایتکار توصیف می‌کنند و مجازات‌ها را به عنوان بخشی از تفسیر خود از اصول شریعت توجیه می‌کنند. جامعه جهانی طالبان را به دلیل اعمال محدودیت‌های شدید بر کار و تحصیل زنان، ممنوعیت فعالیت‌های تفریحی، اجرای شلاق در ملأ عام و تهدید، بازداشت و شکنجه خبرنگاران محکوم کرده است. علی‌رغم این انتقادات، طالبان در برآوردن خواسته‌های بین‌المللی از جمله تشکیل یک دولت فراگیر و حمایت از حقوق اساسی بشر انعطاف کمی از خود نشان داده است. طالبان معتقد است که حقوق شهروندان افغانستان تحت قوانین شریعت محافظت می‌شود. سازمان ملل متحد طی گزارشی اظهار داشت 60 میلیون نفر در جنوب آفریقا به دلیل خشکسالی ناشی از النینو از امنیت غذایی برخوردار نیستند. در همین راستا سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد در بیانیه اعلام کرد علاوه بر کشورهایی مانند مالاوی، زامبیا و زیمبابوه، کشورهایی که درخواست‌های بین‌المللی برای کمک کردن عبارتند از آنگولا، آیسواتینی، ماداگاسکار، موزامبیک و تانزانیا که تحت تأثیر خشکسالی جنوب آفریقا قرار گرفتند. سیندی مکین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا که برای ارزیابی تأثیر خشکسالی به منطقه سفر کرده بود، در مصاحبه اخیر از طریق اسکایپ از لوزاکا، پایتخت زامبیا، آن را یک فاجعه توصیف کرد و گفت ما باید این بحران خشکسالی را درمان و مدیریت کنیم، همانطور که مثلا در یک منطقه جنگی بحران اضطراری را انجام می دهیم. فاو می گوید با کمتر شدن خشکسالی النینو، منطقه باید برای چالش های جدید آماده شود و زیرا
این پدیده آب و هوایی معمولاً منجر به بارندگی های شدید و سیل می شود که منجر به آسیب به محصولات کشاورزی و جابجایی مردم می شود. و خبر پایانی امشب، دانشمندان بریتانیایی یک شیوه جدید آزمایش خون را ابداع کردند که با کمک آن هر کسی در خانه خود می تواند با یک نمونه گیری کوچک از نوک انگشت میزان سلامت قلب خود را بسنجد. نتیجه این آزمایش در چند دقیقه مشخص می شود و از طریق یک اپلیکیشن در اختیار نظام سلامت انگلستان و پزشکان قرار می گیرد. گروه هایی که می توانند از این آزمایش بهره مند شوند افراد 40 تا 70 ساله هستند، یعنی گروه سنی که در حالت عادی آزمایش های سلامت شامل حالشان می شود. البته گروه سنی بالای 18 سال هم بعضاً به این آزمایش نیاز دارند. نتایج سریعاً توسط اپلیکیشن نظام سلامت انگلستان به پزشک عمومی افراد منتقل می شود. گفتنی است بیش از 2 سال طول کشیده که این شیوه آزمایش برای اجرا آماده شود. لازم به ذکر است این شیوه آزمایش تا کنون در 5 منطقه انگلستان اجرا شده و در حال حاضر قرار است در سراسر این کشور ارائه شود.